بینندگان محترم سلام، به سرویس خبر امروز یک شنبه 17 قوس 1398 خورشیدی مصادف با 8 دسامبر 2019 میلادی خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، بیش از 15 کیلومتر سرک بامیان سمنگان قرضی شد. 9 تا 27 هزار دلار مهریه دختران در ولایت فاریاب. نگرانی مردم ولایت غور از افزایش کشت مواد مخدر و اثرگیری مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر. گفته شده است که مذاکرات روی موضوعات کاهش خشونت می باشد. قربان‌علی نوید هستم با مشروع خبرها. بیش از 15 کیلومتر سرک بامیان سمنگان قرضی شده است. فاصله این سرک از دشت خم ولسوالی کولنگ ولایت بامیان الی ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان 187 کیلومتر است که 104 کیلومتر آن مربوط ولایت بامیان و 83 کیلومتر آن مربوط ولایت سمنگان می باشد. از این فرید ولسوالی کولنگ می گوید که به خاطر سردی هوا قرضی متوقف شده است، اما کندنکاری ها جریان دارد. به گفته مقامات حکومتی 37 روستای کوچک و بزرگ در مسیر این سرک قرار دارد و از یک سال به این طرف سهولت های کاری برای باشنده های محل ایجاد شده و 10 نفر از این باشنده های محل در سرک کاری مصروف کار شدند و تأثیر مثبت بالای اقتصاد این خانواده ها گذاشته است. این سرک مشهور به دهلیز شمال جنوب افغانستان است که از پارک های بند امیر و فلات بامیان عبور می نماید و در آینده سبب افزایش گردشگران داخلی و خارجی خواهند شد. این شاهراه توسط شرکت چینی سرکسازی و پلسازی به نام CRBC به هزینه 204.9 میلیون دلار آمریکایی که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد ساخته می شود. مهریه دختران در فاریاب 9 تا 25 هزار دلار است. شماری از جوانان در ولسوالی های اندخوی، قرمقل، قرغان و خانچارباغ فاریاب از بلند بودن مهریه دختران شکایت دارند. این جوانان می گوید که مهریه دختر در این ولسوالی ها از 9 تا 25 هزار دلار آمریکایی می باشد. باشنده های این محل می گوید که به دلیل بلند بودن تویانه دختران اکثر جوانان به گونه قاچاقی و کشورهای همسایه می روند تا مصارف عروسیشان را تهیه کنند. ماریان نوری رئیس امور زنان فاریاب می گوید بلند بودن مهریه دختران تنها مشکل مردان جوان نیست، دختران نیز از این بابت رنج می برند. نگرانی مردم ولایت غور از افزایش کشت مواد مخدر در این ولایت. شماری از باشندگان غور میگوید که تعداد زیادی از جوانان این ولایت آغشته به مواد مخدر بوده که این وضعیت آنان را نگران کرده است. به گفته این باشندگان غور، یک مرکز درمانی 20 بستر در شهر فیروزکو جهت درمان معتادین این ولایت وجود دارد که نمیتواند درد معتادان غور را درمان نماید. این شهروندان غوری از حکومت می خواهد که جهت جلوگیری از کشت مواد مخدر به ویژه تریاک در این ولایت توجه جدی نماید. فعالان حقوق زن نیز با ابراز نگرانی از افزایش معتادین زن در ولایت غور می گویند که فقر اقتصادی، بیکاری، خشونت علیه زنان سبب افزایش آمار معتادین زن در این ولایت شده است. اما دولت هیچ برنامه برای محو مواد مخدر در این ولایت ندارد. اما به اساس سروی هایی که در سال 2005 از سوی دفتر مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد UNDC صورت گرفته است، نشان می دهد که این ولایت در حدود 20 تا 50 هزار معتاد دارند.
12650 متخلف انتخاباتی به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون 12650 نفر در پیوند به تخلف انتخاباتی و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات های انتخاباتی معرفی شدند. خانم نورستانی این گفته ها را امروز یک شنبه 17 قوس در نشست این کمیسیون با اعضای دسته های انتخاباتی و نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای ناظر مطرح کرده است. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات در فیصله نامه شماره 107 این کمیسیون که در 25 عقرب همگانی شده بود فیصله کرده است که دبیرخانه این کمیسیون باید فهرست تمامی کارکنان و کارمندان که در جریان انتخابات تخطی و تخلف انجام داده است تهیه و به کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی معرفی نماید. و سرگیری مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر، کاهش خشونت و آتش بس موضوعات اصلی نشست. به گفته منابع آمریکایی گفتگو میان نمایندگان طالبان و آمریکا امروز از سر گرفته شده است. منابع نزدیک به حیات آمریکایی در قطر گفته است که حیات آمریکایی به قطر رسیده و گفتگو با طالبان را از سر گرفته است. به گفته این منابع موضوعات اصلی این گفتگو کاهش خشونت هاست که منجر به آغاز گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس شوند. گروه طالبان هم تایید کرده که هیئت مذاکرات دو طرف در قطر هستند، اما آغاز رسمی دوباره مذاکرات را هنوز تایید نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سفر غیر منتظره که به افغانستان داشت در جمع نظامیان آمریکایی در بگرام از آمادگی طالبان برای توافق آتش بس خبر داده بود. تا کنون 9 نشست میان دیپلمات‌های آمریکا و نمایندگان طالبان صورت گرفته است که 8 نشست در دوحه پایتخت قطر و 1 نشست در شهر ابوظبی امارات متحده عربی، اما تا به حال این نشست‌ها بی نتیجه بوده است. بینندگان محترم، با پایان این بخش سرویس خبری رسیدیم. تا روز دیگر، خدایا رو نگهدار شما.